سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به یک ویدیو دیگه. آقا یه خبر خیلی خوب از همستر کمبت اومده. بخش برداشت به همستر کمبت اضافه شده و قراره توی این ویدیو کامل بخش برداشتش رو توضیح بدیم. همچنین توی این ویدیو قراره توضیح بدیم کدوم یکی از بخش های همستر بیشتر به شما توکن میده و باعث میشه درآمدتون بیشتر بشه و توکن بیشتری به شما برسه. خیلی خوب، قبل از اینکه بریم سراغ توضیحاتمون و آموزشش، من مثل همیشه بازم بهتون بگم که توی این ویدیو هم گوره‌کشی داریم. کسایی که میخوان توی گوره‌کشی شرکت داده بشن، اول از همه باید کانال رو سابسکرایب کرده باشن، دوم ویدیو رو لایک کرده باشن و سوم هر چند تا که دلشون خواست کامنت ارسال بکنن. هر کامنت یه شانس توی گوره‌کشیه دیگه. حالا شما 10 تا کامنت ارسال کنید، 10 تا شانس توی گوره‌کشی دارین. خیلی خب، بدون معطلی بریم سراغ معرفی بخشای جدید همستر که خیلی بخشای مهمیه. ببینید، اولین بخشی که اضافه شده بخش برداشته که الان میام واسهتون توضیح میدم. بخش پوینت هم اضافه شده که اینجا بهتون توضیح میده آقا کدوم بخشا درآمد بیشتری بهتون میده. خیلی خب، قبل از همه اینا اول از همه بیایم کارت هایی که منتشر شده رو بهتون نشون بدیم. ببینید، فکر نکنین این کارت ها خیلی کم اهمیته، قرار راجبش صحبت بکنیم. دقت بکنید دوستان، توی چند روز گذشته این بخش اچیومنت اضافه شده بود دیگه. توی این بخش اچیومنت ما یه سری تسکا داشتیم که توی ویدیوهای قبلی اومدیم واسهتون توضیح دادیم دیگه، الان نمیخوام حرف تکراری بزنم. خلاصه توی اون ویدیو بهتون گفتیم که کدوم کارت ها رو تا لول 15 میتونین ببرین بالا. اومدیم 50 تا کارت هم بهتون معرفی کردیم، گفتیم آقا این کارت ها رو با زیر 15 میلیون میتونین تا لول 15 ببرین بالا، جمعا رو هم 15 میلیون نمیشه، این اچیومنت 50 هم میگیرین. ولی خب کارت های لول 25 خیلی قیمت بالایی داشتن. مثلا اگه این کارت ها رو میخواستین بیشتر از لول 15 ببرین بالا، به مشکل میخوردین، اون همه سکه نداشتین. خیلی خب، حالا همستر اومده واسه این مشکل یه راه حلی گذاشته. ببینید دوستان، اگه کارت های جدید همستر رو دقت بکنید، کارت های جدید همستر نسبت به کارت های این یکی دو ماه اخیرش پروفیت خیلی کمتری میده. مثلا پروفیتش رو نگاه کنین، در حد 500 تا 800 تا، الان این دو نیمه فقط یکم پروفیتش زیاد است، اینم چون کارت زمان داره. خلاصه اومده قیمت کارت ها رو آورده پایین. ببینید کارت های اخیری که ما می خریدیم چقدر پول میخواست. مثلا اینو نگاه کنیم، 5 میلیون سکه میخواست. اگه می اومدیم این پرایوت جت رو میدیدیم، 12 میلیون سکه میخواست. ولی اگه دقت کنین کارت های جدید 23000 تا 90000 تا. خیلی خب، پس دارین میبینین که قیمت کارت ها رو به شدت آورده پایین، عوضش پروفیت کمتری هم میده. ولی خب این کارت ها رو ما میتونیم به راحتی تا لول 15 که ببریم بالا، هیچ بیشتر از لول 15 هم افزایش بدیم. البته همه این کارت ها به این صورت نیستش، ولی من یه ویدیو جدا راجع به این کارت ها میسازم. اون کارت هایی که تا لول 25 بالا بردنش به صرف است و سکه خیلی زیادی نمیخواد، مثل ویدیو قبلی میام بهتون معرفی میکنم. ببینید توی این ویدیو اومدم بهتون گفتم کدوم کارت ها تا لول 15 ارزش داره. اگه ندیدین ویدیوشو بیاین چک بکنید. توی ویدیو بعدیش هم راجع به این علامت سوال توضیح دادم. این علامت سوال خیلی خیلی مهمه، اگه ویدیوشو ندیدین حتما برین چک بکنین، خیلی اطلاعات خوبی بهتون میده. حالا با اونا کار ندارم، حرفای تکراری و خلاصه میخواستم بهتون بگم راجع به کارت هایی که تا لول 25 میتونین آپدیت کنین، هم قراره یه ویدیو بسازم. خیلی خب، بریم سراغ بخشی که جدیدن توی همستر اضافه شده، بخش ایردراپ که از قبل بود. اگه روش کلیک بکنیم میبینیم که شکلش تغییر کرده. ببینید این قسمت هم به دو تا بخش تقسیم کرده، بخش پوینت و بخش ویدراو. اگه بیایم بخش پوینت رو بخوایم یه بررسی بکنیم، اینجا یه سری اطلاعات به ما داده، گفته آقا تمام این گزینه هایی که واسط نشون دادم روی درآمد شما تاثیر داره. حالا من الان میام پیام خود مدیر عامل همستر کمبت رو واسطون میخونم، بعد میام خودم توضیحاتش رو بهتون میگم. ببینید پیامی که دادن این بوده: خوشحالیم که اعلام کنیم قسمت ایردراپ داخل اپلیکیشن همستر کمبت به روز شده است. اکنون میتوانید در مواردی که در توضیح توکن نقش دارن بیشتر بدانید. لطفاً توجه داشته باشید که این همه شرایط نیست، یعنی قرار شرایط دیگه ای هم به اون بخش اضافه بشه. تمام امتیازات شما در نظر گرفته می شوند و ایردراپ بر اساس آنها بین هر بازیکن توزیع می گردد. اولین گزینه ای که اومدن گفتن همون پروفیت و تعداد سکه است.
توی خیلی از ویدیوها دیدم که اومدن اینو فقط به پروفیت تعبیر کردن، ولی بازم میگم همیشه سکم جمع بکنین، تنها پروفیت رو نبرین بالا. حالا امکان داره فقط پروفیت حساب بشه و سکه های شما سوخت بشه، ولی بهتر از اینه که تمام تخم مرغاتون رو فقط توی یه سبد بذارین. همیشه یه مقدار سکم داشته باشین که اگه دوتاش حساب شد خیلی ضرر نکنین، یا اگه سکه حساب شد ضرر نکنین. ولی به گفته خودشون اولین بخش بخش پروفیت ساعتیه، بخش دوم انجام تسک هاست. حالا تسک ها چیه؟ ببینید، تسک ها خرید کارت، خرید اسکین ها، نمیدونم مشاهده ویدیوهای یوتیوب و کل تسک هایی که به شما میده، وارد کردن کد مورس های روزانه، خریدن کومبو کارت ها. شاید 5 میلیون سکه واسه شما ارزش نداشته باشه که شما بخواید مثلا 15 میلیون سکه خرج کنین که 5 میلیون سکه دریافت بکنین، ولی خب انجام دادن روزانه این تسک ها میتونه توی توزیع توکن تاثیر خیلی زیادی واسهتون داشته باشه، یا میتونه یه حقه توکن سوزی باشه. به خاطر همین بالا گفتم سکم واسه خودتون نگهدارین، چون توی گزینه دوم اومده اجبار کرده که سکه هاتون رو خرج بکنین، برین اسکین بخرین، برین کارت بخرین. پس به خاطر همین میگم یه مقدار سکم نگهدارین بهتره. حالا گزینه سوم چیه؟ گزینه سوم تعداد زیر مجموعه هاست. خب تعداد زیر مجموعه ها رو ما تو بخش اچیومنت هم داشتیم، یه اچیومنت گذاشته بود مثلا بیاین 100 تا زیر مجموعه رفرال بگیرین، ولی خب کسی نمیتونه واقعا الان به 100 تا رفرال برسه چون دیگه همه همستر دارن. پس این گزینه گزینه سختیه، ولی خب کسایی که کانال یوتیوبی داشتن، من که خودم شخصا لینک رفرالمو قرار ندادم، ولی اونایی که کانال تلگرامی و کانال یوتیوبی بزرگ داشتن 100% از این بخش میتونن مقدار توکن خوبی دریافت بکنن. گزینه بعدی گزینه دستاورد هاست. ببینید این دستاورد ها همون بخش اچیومنتیه که اضافه شده توی همستر. حالا راجع به این بخش اچیومنت توضیحات خیلی زیاده، من توی ویدیو مربوط به خودش، ببینید این ویدیو بود فکر کنم، توی این ویدیو اومدم بهتون توضیح دادم که هر بخش توی اچیومنت ها میتونه چند تا توکن همستر به شما بده. حالا اگه نمیدونین توکن های همستر چطوری قرار تقسیم بشه، باید بیاین ویدیوهای قبلی منو ببینین. دقت بکنید، من راجع به توزیع توکن های همستر توی این ویدیو دوباره اومدم آپدیتش رو توضیح دادم. قبلا یه ویدیو دیگه ساخته بودم، ولی توی این ویدیو هم اومدم کامل توضیح دادم، آپدیت بود قیمت همستر و اینکه به هر نفر چقدر توکن قراره برسه. خلاصه اول بیاین این ویدیو رو چک بکنین، بعد این ویدیو. البته میدونم حوصله‌شو ندارین، ولی خب چک بکنین بهتره. گزینه بعدی عضویت در کانال تلگرامه. ببینید عضویت توی کانال تلگرامشون که به عنوان یکی از تسکا قبلا توی رباتش آورده شده بود، ولی یه بخشم توی اچیومنت ها قرار دادن که چند روزه توی همستر عضوی. اونم دومین باری بود که روی این موضوع تاکید کردن و حالا سومین بار توی توزیع توکن هم آوردن اینو به عنوان یه شرط قرار دادن. پس هرچی عضویت توی کانال تلگرامشون و توی خود ربات همسترتون قدمت بیشتری داشته باشه، یعنی خیلی قدیمی تر باشین، احتمالا توی توزیع توکن امتیاز بیشتری بهتون بده و از اون بخش مقدار توکن بیشتری دریافت بکنین. و در نهایت تعداد کلیدها. ببینید اومده گفته که تعداد کلیدها مهمه، همین انتظارم ازش داشتیم، چون شما فقط با یه روش میتونین کلیدها رو بگیرین، اونم بازی کردنه. حالا اون کلیدهایی که از طریق خود اون بازیه، خب از طریق بازی هایی که توی این بخش اومدن قرار دادن، شما باید یه سری بازی ها رو از گوگل پلی دانلود بکنین، نصب بکنین و این بازی ها رو انجام بدین. حالا وقتی اومده این اجبار رو واسه شما قرار داده، وقتی شما میان این بازی ها رو انجام میدین، توی بازی ها تبلیغ میبینین و پولش میره به جیب همستر. پس از اول انتظار داشتیم که انجام دادن این بازی ها اجباری باشه، که الان اومد با این شرط اجبارش هم بهمون ثابت کرد، گفتش آقا تعداد کلید هام توی توزیع توکن مهمه و شما باید حتما این کار رو انجام بدین. خیلی خب، دیگه تمام شرط ها رو واسه تون توضیح دادم، نمیخوام الکی طولانی کنم ویدیو
ویدیو رو، ولی بریم سراغ بخش دوم، بخش برداشت. ببینید بخش برداشت اومده اضافه کرده، ولی هنوز دکمه ای واسه برداشت قرار نداده. این دکمه کی اضافه میشه؟ دقیقاً زمانی که ایردراپ لانچ بشه و توکن هاش بخواد توزیع بشه. تا اون موقع دکمه برداشت واسه شما اضافه نمیشه. البته شاید هم اضافه بشه ولی کار نکنه، مثل همین گزینه کانکت ولت که اضافه شده بود همون اوایل ولی واسه همه کار نمیکرد. اما به هر حال دیگه اتصال به کیف پولو که همتون بلدین، فقط بازم واسه تاکید دارم میگم حتما از کیف پولهای تون کیپر، مایتون ولت یا تون هاب استفاده کنین. به هیچ عنوان از کیف پول خود تلگرام استفاده نکنین. اگه این کارو انجام دادین، بیاین کیف پولتون رو عوض کنین و از اون سه تا کیف پول استفاده بکنین. خیلی خوب دوستان، اینم از این ویدیو. بریم سراغ گوره کشی این قسمت. ببینید گوره کشی که قرار انجام بدیم از این ویدیو، من میام لینک این ویدیو رو کپی میکنم. خیلی خوب، این از لینک ویدیو، بیام وارد این سایت بشم، سفر رو یه رفرش میزنم، لینک ویدیو رو اینجا وارد میکنم، روی گزینه فچ کلیک میکنم، همه کامنت ها رو هم میشمارم. خیلی خوب، داره شروع میکنه به شمردن کامنت ها. فقط دوستان بازم میگم شرط شرکت توی گوره کشی اینه که اول از همه کانال رو سابسکرایب کرده باشین، دوم ویدیو رو لایک کرده باشین و سوم هر چند تا که دلتون خواست کامنت ارسال بکنین. فقط هم کامنت هایی شمرده میشه که سابسکرایب و لایک رو انجام داده باشن. حالا 10 تا کامنت هم ارسال کرده باشین، 10 تاش هم شمرده میشه و شانس بیشتری دارین. خیلی خوب، روی گزینه پیک وینر کلیک میکنم و برنده آقا یا خانم بز فروش. خیلی خوب، تبریک میگم بهتون. فقط لطف کنید اگه دارین این ویدیو رو میبینین، حتما آدرس کیف پول ترونتون رو توی جواب همین کامنتتون ارسال بکنین. فقط لطف کنید تا امشب این کارو انجام بدین که من امشب اومدم چک کردم سریعا بتونم واریزیتون رو واسهتون انجام بدم. دوستانی هم که توی گوره کشی ها شرکت میکنن حتما ویدیوهای فردا و ویدیوهای پس فرداشو ببینن، تا به محض اینکه اسمشون در اومد آدرس کیف پول ترونشون رو ارسال کنن، من واریزیشون رو انجام بدم. بعضی از دوستان خیلی دیر ارسال میکنن، من باید دوباره برگردم ویدیوهای قبلی رو چک بکنم، به خاطر همین واریزیاشون دیرتر انجام میشه. اوکی دوستان، ممنون که تا اینجا با ما بودین. روزتون خوش، خدا نگهدار.